اگر به تاریخ ایران توجه کرده باشید و رد پای مذهب رو زده باشید، اسلام از هوا و آسمان نیومد ایران. زیربنایی در طی تاریخ، بارها و بارها گفتم، در جامعه ایران برای پذیرش یک جامعه مذهبی در ایران به وجود اومد و نتیجهش رو در واقع پوزش میخوام. دلالش رو بدین گونه ما بررسی کردیم بارها که ملت ایرانی که از مذهب راستی چیزی نمیدونست، در ارتباط مذهب نبود، زیرا که در ارتباط فلسفه علمی بود، در ارتباط فلسفه زرتشت گرامی بود و در دوران هخامنشی که پای فرهنگ‌های بیگانه به کشور شاهنشاهی ایران باز شد، همه اومدن ایران، مثل اینکه حالا همه میان امریکا و هر کس فرهنگ خودش رو آورد. همینطور که الان همه این کسانی که میان به امریکا فرهنگ خودشون رو میارن، حتی مسجدشون رو میارن و درس میدن و ترور می آموزن. مثلا این وقت دیگر در ایران هم به همین گونه بود. هم وطنان ایرانی آمدن، ترسشون رو آوردن، دروغشون رو آوردن، ملتی که به گفته خود همین هرودوت براستی این شخص نامردم و ایران ستیز، ملتی که دروغ رو نمیشناخت، دزدی رو نمیشناخت و اگر از گرسنگی میمرد میمرد و دست دزدی نمیزد و ترس از کسی رو نداشت. این ملت دلاور بود و آزاده. برای این است که من سروده فردوسی رو عوض میکنم. ما بنده نیستیم، ما آزاده هستیم و این آزادگی رو در سخنان داریوش بزرگ میبینید. اومدن به سرزمین ایران، ترسشون رو، دروغشون رو، سیاستشون رو، حسادتشون رو آوردن و مذهبشون رو آوردن. گناه اصلی براختی گردن مو بدان زرتشتی هست. هموطنان گرامی، دیشب سخنی با یک هموطنی داشتم که نیمه شب بود برنامه من رو می دیدن و زنگ زدن. در ارتباط مقوله های بسیاری سخن گفتیم و یکی از اونها مذهب بود و بنا به تعریف ایشون مذهب یعنی باور که من توضیح دادم برای ایشون، مذهب نه یعنی باور. نه هموطنان گرامی، تفاوت باور و مذهب بسیار هست. دین و مذهب باور به آفریدگار جهان نیست. من به عنوان یک فیلسوف و جامعه شناس این مطالب رو باز می کنم تا شما هموطنانی که پژوهشگر هستید و می خواهید راستی کاری انجام بدید توجه کنید به بنیانهای اساسی و علمی در پژوهش خودتون. مذهب باور نیست، مذهب خداشناسی نیست. اگر بخواهید دنبال خداشناسی برید باید این سروده من رو بنویسید، سروده فردوسی رو به نام خداوند خورشید و ماه که اول برنامه داشتم.
مذهب نالج هست، مذهب دانشه، مثلا گرامی مذهب کارت شناساییه، مذهب ملیته. برمیگردم به مقوله دانش، مذهب دانش گروهی از مردم در دورانی از تاریخ پس که نتیجه تاریخ تمدن اون ملت است. خوب توجه کنید به تعریف هوشنگ از مذهب. مذهب نالج، دانش و روابط اجتماعی گروهی از مردم در گوشه ای از دنیا هست و تأثیر گرفته از تاریخ تمدنشون، تکاملشون، شناختشون، وضعیت اقتصادیشون، وضعیت اجتماعیشون. گفتم اگر فرهنگشون رو هم گفتم، نگفتم اضافه میکنم فرهنگشون، ادبیاتشون. بسیار مهم هست این مسائل که در زمانی که اعلام میکنن این شخصی که این مطالب رو میگه یا کتاب آسمانی آورده اینا سخن آفریدگار جهان هست، در اونگاه متوقف میشه تمام این دانش، تمام این فرهنگ، این ادبیات، این تاریخ تمدن یخ میزنه. در اصطلاح انگلیسی فریزینگ. در واقع مذهب یک جنسی هست، جنس بنجل قدیمی یخ زده که از دل یخچالهای طبیعی در اومده و مردم و کسانی که سوء نیت دارند و کسانی که براستی نادان و جاهل هستند و طبق اون سروده من هوشنگ که گفتم خداوند پیکار و آزادگی که نادان برو بر کند بندگی. همتنان گرامی این کسان هستند، از نادانی، از ترس، از جهل، از کهولت، از سستی سراغ این مطالب میرم. من این مطلب رو باز میکنم در ارتباط مذهب و چرا ادعا میکنم که مذهب دانش هست و ملیت. تمامی کسانی که باور به مثلا مذهب مسیحیت دارند یا مذهب یهودی دارند یا باور به مذهب اسلام دارند، توجه شما جلب این مطلب میکنه. آیا شما با این پدیده یخزده تاریخی زندگی میکنید یا با دانشتون؟ چقدر دانش و تکامل تاریخی شما گذشت؟ چقدر دانش و تکامل تاریخی شما، فرهنگ و ادبیات شما در این رهگذر تأثیر بر زندگی مذهبی شما روزانه داره؟ چقدر؟ آیا کاملا این پدیده یک صدر شما پذیرفتید؟ پدیده ای که 2000 سال قدیم هست، مردم مسیحی؟ پدیده ای که 3000 سال قدیم هست، مردم یهودی؟ پدیده ای که 1400 سال قدیم هست، مردم مسلمان؟ آیا شما این پدیده یک صدر رو کاملا پذیرفتید و با این ارزش ها زندگی میکنید؟ مثلا اگر شخصی با گذشت از بانوان گرامی، اگر زنی مرتکب زنا بشه
شما سنگسارش میکنید بر طبق مذهب یهودیت و مسیحیت و اسلام. شما این کس رو سنگسار میکنید امروز. اگر کسی مرتکب جنایتی بشه در کشورهای پیشرفته جهان، شما دست به انتقام میزنید،